سلام عرض می کنم آقای علیرضا نوریزاده. رهبران کشورهای عربی خلیج فارس به ویژه عربستان دیگر به وضوح از نوعی بحران بی‌اعتمادی نسبت به آمریکا صحبت می کنند که ناشی از بیم آنان ظاهرا از نزدیکی میان آمریکا و ایران به ویژه پس از توافقات اتمی ژنو است. این نگرانی بفرمایید که کانون اجلاس امنیتی منامه در روزهای گذشته هم بوده و همچنین کانون گفتگوهای نشست سالانه شورای همکاری خلیج فارس در دو سه روز آینده هم خواهد بود، تا چه حد مبالغه آمیز است، تا چه حد واقعی است و یا احتمالاً ساختگی؟ یک کشور از اعضای شورای همکاری خلیج فارس یعنی سلطان نشین عمان نقش اصلی در تابیدن نور به روابط ایران و آمریکا داشته و در واقع قطاری رو که در ایستگاه بوده به حرکت در آورده، یا بگیم در موتورش زغال ریخته. کشور دیگر این شورا قطر دیرگاهی واسطه بین ایران و امریکا و حتی اسرائیل بوده و بعد میرسیم به خود عربستان سعودی که در برهه‌های عربستان سعودی خیلی تلاش کرده بین ایران و امریکا روابط تجدید بشه. چرا حالا وقت صرف کرده؟ به چند دلیل. دلیل اصلی این است که رفتار آمریکا در مورد مصر، در مورد تونس که دو متحد امریکا و به ویژه مصر که 30 سال متحد نزدیک آمریکا بود، کشورهای دوست آمریکا رو به شک انداخته. آیا در پس پرده سیاستی وجود داره که هدفش دست کشیدن از متحدان سنتی و روی خوش نشان دادن به جمهوری اسلامی و شیعیانی است که آمریکا ترجیح میده با اونا همکاری بکنه تا با سنی هایی که اصولگرایان درشون زیاد هستن؟ و اگر این سیاست آمریکاست، چطور آمریکا با اخوان المسلمین کنار میومد؟ اینا هنوز براش پاسخی پیدا نکردن و اینا فکر میکنن آمریکا عراق رو در سینی طلا در اختیار جمهوری اسلامی گذاشت، در افغانستان دست جمهوری اسلامی رو باز گذاشت. چه عاملی ممکنه مانع از این بشه که فردا آمریکا دست جمهوری اسلامی رو در بحرین باز نگذاره؟ بحرین حیات خلوت سعودی هاست و به شدت نگران است. در این حال در منطقه شرقی سعودی شیعیان زندگی میکنن. در یمن جمهوری اسلامی به حوثی های چهار امامی نیمه شیعه کمک داره میکنه. اینا همه از نگاه سعودی اشارات نگران کننده است. به نظر میرسه که اظهارات دلگرم کننده مقامات آمریکایی به ویژه سخنان چاکگل طی روزهای گذشته اطمینان خاطر قدرت های عربی منطقه رو تامین نکرده. شما فکر میکنید که مثل هر توافقی که باید دو طرفه صورت بگیره، آیا جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر چنین گرایشی به نزدیک شدن به آمریکا دارد که این موجب نگرانی کشورهای عربی خلیج فارس شده؟ جمهوری اسلامی بازیگر سیاسی ماهری است. تصور اینا این است که جمهوری اسلامی این همه آمریکایی کشت، در بیروت سفارت رو منفجر کرد، یا عوامل جمهوری اسلامی، تفنگداران دریایی آمریکا، فرانسه، گروگانگیری کرد، خیلی کارهای دیگه در عراق. علارغم این با یه لبخند آقای روحانی آمریکا تمام اون مسائل رو کنار گذاشت. البته اظهارات وزیر دفاع آمریکا به نظر من خیلی مهم بود، چون در آستانه اجلاس سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ایراد شد و این به نظر من یک اطمینان خاطر بود. به نظر من در اجلاس کویت مسائل بسیار مهمی مطرح خواهد شد که یا به استحکام پیوند کشورهای عضو شورا منجر خواهد شد یا این استحکام رو ضعیف‌تر از همیشه خواهد کرد. آقای نوریزاده، اتحاد راهبردی آمریکا و عربستان تأمین امنیت عربستان بوده از تاریخ، در ازای تأمین نفت مورد نیاز آمریکا از سوی عربستان. این توافق از سال 1945 و همزمان با تأسیس عربستان سعودی توسط خانواده ابن سعود شکل گرفت، اما با تبدیل شدن خود آمریکا به نخستین تولید کننده نفت در سال 2015 چه چیزی از این اتحاد راهبردی باقی خواهد ماند؟ آیا شاهد تحول در سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه به ویژه منطقه خلیج فارس نخواهیم بود؟ ببینید، اصولا وقتی دولت‌های دموکرات در آمریکا روی کار میان، مسئله حقوق بشر، آزادی‌های فردی، همه اینا مطرح میشه و طبیعتاً خب کشورهای محافظه‌کار خیلی شادمان نیستن از حضور یک رئیس جمهوری دموکرات، اما در این حال همین دلیل رو میگیرن که خب این رئیس جمهوری دموکرات چرا در مورد ایرانی که مرتب داره اعدام میکنه، میگیره، همین چند وقت اخیر 10 نفر رو اعدام کرده،
چرا در برابر جمهوری اسلامی ملایم؟ اینجا باز برمیگردیم به اون سیاست فکر توطئه پشت پرده چه خبره. اما در چندین مورد سعودی ها با امریکایی ها اختلاف نظر داشتن، یکیش مسئله جنگ عراق بود و یکی از اون مهمترش همین مسئله نفت. ولی با این وجود این روابط از این چوپان ها عبور کرده، چون مسئله نفت فقط نیست، شبه جزیره عربستان میتواند خطرناکترین منطقه برای آمریکا بشه. آمریکایی ها میدونن سلفی ها اگر در سعودی به قدرت برسن چه اتفاقی خواهد افتاد، یمن و تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهند رفت. و این است که آمریکا به ثبات عربستان بسیار علاقمند است. فرقی هم نمیکنه رئیس جمهوری کی باشه، قوری میزنن، بحث رانندگی زنان رو مطرح میکنن، اما در نهایت منافع استراتژیک فراتر از منافع نفتی است. اینه که آمریکایی‌ها به همون اندازه که اهمیت میدن به روابط استراتژیکشون با اسرائیل، به این روابط با عربستان اهمیت بسیار میدن. و من فکر نمی‌کنم ما شاهد تغییر مهمی در سیاست آمریکا باشیم، همونطور که وزیر دفاع آمریکا تاکید کرد. بسیار خوب، از توضیحات شما بی اندازه سپاسگزارم آقای علیرضا نوری‌زاده.